اون چیزی که از بچگی گفتن محافظت کنیم ازش فلان کنیم دیگه اون وجود نداره. تو یه شوکی رفته بودم، رفتن اومده یه مدت دیگه اومده. من ارور کردم. وقتی اومد توش سیلی هم باید که بشم لجنه کفافت با بوی گندش اینجا رو به هم بخم. بعد گفت به یه نمیدونم مامور بود چی بود من سه کشید تا دو تیار اون سه کشید من سه میکشید و خوش میداد رفت چیزی کشیده شد روزنی مصفح و روبروی من نشست. صدای خشخشه یه چیز اومد یه بسته یه رو تکاش دردن اون متوجه نشونم چه بسته یه نایون باز کرد. وقتی که فندکشو زد تا من فهمیدم میخواد سیگار بکشم هیچ حرفی نداده بود تو موقع. من همچنان با چشهای بسته دستای بسته نشسته بودم بود سیگار رو گذاشته بود دهنش احساس کردم یعنی صداش شنیدم فندکش رو روشن کرد یه خوب زد بشه شروع کرد که حرف نمیزنی که لالی الان حرفت میکشم حالا فکر کردی چی هستی دست من از پشت باز کرد دست من گرفت و دستش شروع کرد مثل انگار پسنی من هر میخواد باید عشق بازی کنم شروع که دستش کشیدم هیچ حسی نداشتم چون سر شده بودم از اون ضربه کتک و من سر شده بودم و یه چیزی یه لحظه برای یه لحظه سوزوند که من جیز کشیدم که بعدش سیگار سیگار رو دست چپ من خاموش کرد. من جیه بودو شدم درد داشت خیلی درد داشت درد نداشت احساس کردم چیزی تا استخونم رفت پایین سوراخ شد رستم درد میکرد میسوخت یه جوری من این بود که دست به دستت میشسته به بغل تابه دا اصلا گر میگیری اون حالت رو داشتم بعضی خلاص نشده بودم پس شلوارم زد بالا یه سیگار دیگه یه زانوی پام خانش کرد داشتم تو درد اولی دومی گم میشدم که میگم یه سیگار دیگه به سینم خانش کرد کس کردم ندیدم این میگم من که دیدن استفاده میکنم کس میکنم من اینا رو هیچ کدومو نمیبینم یه سیگار دیگه پشت پام یه سیگار دیگه رو بدن من این که از درد بیهست از جای سوختن سیگار هست میسوخت احساس میکردم تمام وجودم داره میزنه بیرون آخه من شهر آخه منی من چقدر تمامون دارم چقدر بکشم من از ساکی چون من ایسا گریه میکردم دیگه من دیگه اومد تو تا سرم بود اومد به درد سبه قدم پشت شدیدم خلوزی کنم تو زنش تو زنم که من یک ساعت پیش بهم تجربه شده این اتفاق افتاد برش شنیدم که دختر نیستی با دوست پسرت کردی تو با دوست با چند تا پسر بودی با چند تا پسر رابطه داشتی تو دلم یه چیزی میگفت شما دختریت من را از من گرفتیم بعد به میگی با چند تا پسر بودم من قبلش دختر بودم شما با من این کار رو کردیم من میگیم با چند نفر بودم با چند نفر خوابیدم نمیتونستم این زنم حلاجی کنم نمیتونستم این درد کنم که اونا دارن به من میگن من این که دختر بودم من این که با اون عقاید فاسد این جامعه زندگی کردم من این که تو تاکسی میشستم کسی بقیل هم احساس راحتی میکرد میزنم تو دهنش تو صبح بشیم مرتب بشیم به من نسید نشد تو شما با دوست پسر خواهد میکنی تو را آوردن اینجا پرده نداشتی تو کدوم از کدوم جنده خونه در اومدی بیرون تو خود فروشی میکنی من اصلا نمیتونستم حرف بزنم اصلا نمیتونستم من مدام بگم بهش دوستای تو بودن که به من تجاوز کردن
دوستای تو بودن، تو بودی که، شماها بودین که با من تجاوز کردی، من قبلش دختر بودم. نفهمیدم چقدر مدت اونجا بودم، خوابم بود. یه لحظه با یک لگد پیش کمم بیدار شدم، احساس کردم تمام این زیر من، تمام این قسمت شکم من کرو خون شد. چون تو دهنم احساس کردم مزه یست خون احساس کردم. پشت دارو کشید بیرون از سلیه، نمیتونستم نفس بکشم. چه مدتی گذاشته بود نمیدونستم، گیج و منگ بودم، سرم سنگین بود، نمیتونستم راه برم. وسط راه حال رفتم، خوش اومدم دیدم ویدیوی شاید بهداری، ولی بهداری نیست، دیواراش نموره کسی به و من خواستی سرون بست کنم، نداشتم، ترسم اید باشه. فقط جاهای اون سیگارا رو کنم، خواستم اون ترسم، که مثلا خوب شد. بوی خون تو دوام بود، سرم گیج میرفت، حالم خوب نبود. دوباره من منتقل کردم به سلیدم، نمیدونم چه زمانی که شد، شد یه هفته شد، شد دو هفته شد. چند یه بار این مسئله تکرار میشد، ما رو میبردن تو اون اتاقه، من دیگه جمع ندیدم، منو میبردن تو اون اتاقه، میزدن، تجاوز میکردن، آب منیشون و دستشویشون رو من میریختن، با یه سطل آب مثلا من میشستن، دیگه سیگار رو بدنم خاموش نکردن. شاید جاش میمون، شاید مثلا اینجا سود بگیر، ولی بیشتر میزدن. من بدنم اونجا افونت کرد به دلیل تجاوزات زیاد، رحمم افونت کرد، دیگه بدی میداد، یه سری جوشهای ریز زشتی زده بودن که فکر میکنم سفیش بود. من تحت مداوا قرار گرفتم، هیچ وقت بیمارستان نرفتم، پدر مادرم داخل خونه منو درمان کرد. اون زجرها و دردهایی که اون گوزا کشیدن و بعدش دوباره تحت شکنجه دردهای وجودی خودم بودم، مثلا در رحمم به شدت آلوده بود، به شدت مریض بود، خودم روحن همه چیم داغون بود. من اینکه یه آدم اکتیوی بودم، از جمع میترسیدم، نمیدونم در روز چند دفعه به من تجاوز میکردم. ساعت نداشتم که بخوام اتفاق کنم. بله آدم میگون کنم شاید 10 دقیقه، ولی آدمی که در اشترش باشه اون 10 دقیقه بلاش عمره. ولی میدونم تعداد تجاوزات خیلی بالا بود و یه نفرم نبود همیشه. خب وسایلم با هم تحویل داده بودم، گفته بودم که گرفتی میشو، از توی شماره موبایلم استفاده کردم و زنگ داده بودم به بابا. موقع گفته بودم که آره جلو تجمع کننده ها بود، فلان بوده، یه پرونده که خودم و دست خودم نوشته بودم به بابام نشون بودم. و بابا هم از دنبال کارام میشه، رفته بودم دنبال کارام رو بلا تکلیفی مطلق نگران میداشتن. انقدر بلا تکلیفی نگران میداشتن که دیگه سوال نمیکردم ازشون چقدر من اینجا. و تمام این مدت به خودم گفتم قوی باش، آروم باش، نهایتش مردنه، در یه لحظه تموم میشه همه اینا. مردن برام آرزو بود، دوست داشتم بمیرم، دوست داشتم تموم شه این قضایا، دوست داشتم وقتی میخوابم من تو خواب بمیرم، بذارم آرامش داشته باشم، بذارم واسه خودم مرثیه بخونم که دیگه هیچی نیستم، بذارم زندگی کنم، دوست داشتم بمیرم. تو تمام سامون روزو مردنه بود، توی دشتی میدویدم، همون لباس سفید هم میدویدم، اون دشت تو اون دشت خیلی قشنگ بود، مثل خاطره تو بود با خانواده رفته بودیم جایی، به خاطره خیلی قشنگ بود. اون روزا فکر کردم که یه روزی باشتم بگم چی شد، بگم که به من چی اومد، به سر آدم های دیگه چی اومد. ما نسل ستوده نیستیم کسی به دادمون برسه،
همیتونی رو بفهمی مخواهی هم هستیم که اصلا دیده نمیشیم